سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یه قسمت دیگه از دث استرندینگ. عشقم که تو هر قسمت عشق بیشتر. بچه‌ها کامنت ها همه مشتی دارن حال میکنن. چقدر واقعا بچه ها اگه واقعیه، یعنی برای خوش اومدن من نمیخواد بگین ما رفتیم خریدیم بازی رو، ولی واقعا وقتی میبینم یکی میگه امیر تو این بازی رو به من نشون دادی و فهمیدم که منم باهاش حال میکنم، الان گرفتم چیه قضیهش و اینا، اگه واقعیه بدونید که واقعا انرژی میگیرم خیلی. یعنی دیگه میدونید که وقتی چیزی رو شما به عنوان بهترین بازی عمرتون میگید و دو سال ازش گذشته و خب همیشه گفتید، بعد یه دفعه یه مخاطبی میاد میگه که آره رسیدم به حرفت، میدونی خیلی برام ارزشمنده. این یه نکته. یه نکته دیگه هم هست که حالا کلا فقط میخوام بگم برای اینکه بچه‌ها بدونن، من کل قسمت‌های دث استرندینگ تا امروز براتون گذاشتم، چون همشون 934 تا لایک از چیزایی که ساخته بودم به دست آوردم، 14 نفر لایک هم کرده بودم. حالا آره داشتم میگفتم از قسمت اولش تا اینجا بچه‌ها باور کنید هر تبلیغی که روی این ویدیو دیدید هیچ کدومش بر من نبوده. چرا؟ توی کامنت دو سه بار توضیح دادم، یعنی نوشتم که بچه‌ها این بازی به خاطر موسیقیایی که داره و موسیقی هست که بینش پخش میشه کپی رایت میخوره. خب کپی رایت که میخوره بهتون میگم دو مدل گفتم کپی رایت داره. یه مدلش اینه که ویدیو رو حذف بعد بکنی، یه مدلش اینه که نه، میگه آقا اشکال نداره استفاده کردی، پولی که از تبلیغای اون ویدیو درآمد مال منه، مال اون صاحب اون موسیقیه. و باور کنید از این 12 قسمتی گذاشتم هر چیزی بوده همش کپی رایت خورده و حتی زیر اون ویدیو معلومه که نوشته این موزیک، یا میگه هر ویدیویی که دیدید زیرش مثلا الان اون موزیکی که تو ویدیو هست رو نشون داده، بدونید که اون کپی رایت خورده. ولی با کمال میل انجام میدم، اگه داره به هنرمندایی که تو دث استرندینگ بودن کمک میکنه. فقط یه نکته که هست، اگر میبینید تبلیغای زیادی نشون میده دست من نیست بچه‌ها، چون وقتی اون اتفاق میفته، چون تبلیغو دستی ما میتونیم تنظیم کنیم که چقدر بذاره، کم بذاره، زیاد بذاره، اینجور چیزا، این اگه ببینید زیاد میذاره دیگه داره خود اون یارو میذاره، دست من نیست واقعا. من سعی میکنم اگه تبلیغ بزنم همیشه یه جوری باشه که متعادل باشه. به هر حال این از این. حالا این حرفای توضیحی رو بلند شیم دیگه، بریم سوال بریم جا بریم معاملات بعدیمون چیه. Take order, order for Sam. دو تا دونه معاملات اصلی داریم، ببینیم چیه. خب معموله اولمون یکی از باز معاملات های خفن بازیه، جانک دیلر، آقای آشغال فروش، یا میتونیم بگیم اوراقچی، یا هم چیزی مثلا میشه معنیش. میگه این آدمیه که خیلی آدم چیزیه، یعنی سختگیریه، کلا نمیخواد با هیچ کسی همکاری کنه، هر بار که میخوایم باهاش همکاری کنیم برمیگره میگه برمش آشغال برام جمع کن، سریع هم باید جمع کن، اگه دیر کنی نمیخوام و این حرفا. یه همچین تریپی داره، پس یه مأموریت زماندار داریم. میگه پس سریع‌ترین حالت بعد محموله‌شو بهش برسونی وقتی محموله ازش می‌گیری. این یه دونه است، یعنی الان انتخابش کنم بعد سریع برام بهش برسونم. یه دونه دیگه‌اش هست فیلم دایرکتور. بذارین اون یکی چی میگه؟ چیزی نمیگه. این داستان خاصی نداره. اینو میدونم چیه. این فیلم دایرکتور شخصیتی که توی این بانکر می‌بینیم در واقع شخصیتیه که قراره فیلم متال گیر رو 200 سال قراره بسازه. خب این واقعیت هم باید بگم. یه یارویه تو آلمان اینجوری زندگی می‌کنه، 200 سال قرار بوده فیلم متال گیر رو بسازه و هنوز نساخته، معلوم نیست چیکار می‌کنه. ولی یه چیزی که بعد یه دونه تبلت برات براش ببریم، بس که دو تاشو انتخاب می‌کنیم. ببین تو مسیر همونه دیگه، سریع و شوتی بریم بعد بریم سمت جانک دیلر. آره با کامیون بریم بکنم سریع‌تر برسیم، ولی کامیون داغون بودا. وای بچه‌ها الان می‌خوام بسازم کامیون رو پرواز بدیم. سام فرجایل هستن. اون یارو با اینکه اسمش آشغال جمع کنه، اون قبلا به عنوان تعمیرکار کار میکرده، هر چیزی میتونه درست کنه، از کارهای آسون تا چیزهای نتورکی شبکه‌ای خیلی خفن. اون قبلا آدم خوبی بود ولی بعد از حمله به ساوت نات سیتی تغییر کرده، حتی مقصر نمیدونمش. خب بریم. این جام پده به درد اینجا میخوره، اینجا بزنیم بپریم اون بر. ولی حالا چون یه مأموریت دارم فعلا ولش کن، ولی این قسمت همه یه دونه میسازم که ببینیم، که ببینیم چجوری کار بکنه، چون این کامیونم به درد این. خب الان سریع نگاه کن، آریه کو میزنم دفش میکنم. گرفتی چی شد؟ انمی اسکنر نگیتد. تو قسمت قبلی پسر این چقدر شارژ زود تموم شد. وای نه اینجا چه اینجوری شده؟ اینجا اینجوری نبود.
او این جدید آقا جان اینجوری نبود به خدا. وای بپر. حالا اینجا خب اینجا کارال نتورک داره میتونم یه دونه شارژ کنم. ولی خاموش شد. چیزی توش نیست. پی سی سی و این چیزا توشه. بله چون مهم نیست. برو بریم. یه دونه کانتینر اسپری برام گذاشته. آخه لعنتی بدون کامیون که نمیتونم 45 دقیقه به اون برسم. کامیون رو باید بریم درست کنیم. چه تفکری بود من به خودم بهش رسیدم. بزنیم شارژ اینجا بزنیم نیاز میشه. حالا یه دونه پی سی سی هم تو همون دارم. باید ببینم پی سی سی یک دارم. این کامیونه چون مال میولاس انقدر ضعیفه. برو شارژ برو بریم. خب مثلا نگاه کن الان اینجا یه جاییه دلم میخواد بپرم از روش ولی نه بله چیکار در اینجا نمیخوره. مثلا اینجوری اینجوری بس با بس بریم برسیم اونجا. میدونم اون خونه اون یارو فیلم سازه یه جاییه که سنگلاخ. البته نمیشه اینجا چون کایرال نتورک نهاره نمیتونم چیزی بسازم روش. به اون جانک دیلر هست. این هم این یاروه. کاری که میکنم الکی این کامیونه رو داغونش نمیکنم. میدارمش اینجا. میرم معموله اینو میدمش. ببین یه دونه دیگه هم اینجا هست. بزن اینم بعدم نون تازه. آش نون تازه ببریم. خب فیلم دایرکتور کوجیما در این اثر به همه ادای احترامو کرده. من بار اول که باز کردم نفهمیدم که بعدن فهمیدم که این کارگردانشه. کارگردان مثلا فیلمی که قراره ساخته شه. میگه که دلیوری برسون بهش. چی بود بهش رسون؟ نون تازه بهش رسون. نون بخرم به سرخاله. اینا قیافه‌شه. داشیه چی داریم اینجا؟ یه بسته؟ برای من؟ خوب ببارمش دیگه. عالی آوردی. آره عالی بود. قیافه رو ببین خداییش. کجما باید چی قبول کرده باید همچین داشی کار کنه؟ چیزی هم به اون میده یادم نمیاد. آه اون کایرال نتورک بدنام. میگه من فقط قبول میکنم به شبکه بپیوندم. وارد یو سی ای نمیشم. میتونی منو کمک وصل کنی؟ آره بکن منو وصل کن. چشمون رو بکن چشم سایبرپانکیه. خب حالا دیگه بعد وقت و جایی که حدا بدیم سریع هم بریم سوار کامیون بشیم بریم سمت جان کیلر. خب بزنم چیز جدید بهمون میده آقای داعشی. چیزاش هم درست شد. خب ایبل جالبه. حالا بعدم به پیوستن به یو سی هم فکر میکنم. یه چیزی برای دارم. چی میداد بهمون؟ اصرار میکنم. عینک بهمون میداد یه دونه. یه دونه عینک داریم. جی اف ری سام سانگلاس میگه از تشکر کرد با این عینک. خدافظ سام بریج. ممنون. این دورمیش این عینک چیکار میکرد؟ ویر
گوش بذار باید اینک آفتای بریم خوشم نمیاد یا پشت نمیخوام عوض کنم. خب حالا خیلی چیزا درست شد. خب حالا میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام برم کامیونر ببرم زیر اون اینجای دستگاه شارژ رو میدارم باشه فقط شارژمون یه جوریه که کمه یه مقدار شارژ دونه هست اونجا بریم خودم برسنم اونجا حله. این چیه؟ این پرشی ها یکی گذاشته یه دونه دیگه اونجا گذاشته و الان میرم آقا میترسم به بارامون صدمه بزنه با کامیون بعد با موتور باشیم. بریم توی آبه یه حالی به خودمون بدیم. بذاریم بارا چقدر دیگه برسونمش؟ بسن اینجا نگاه کنم. 6 دقیقه ازش گذشته، 45 دقیقه دیگه مونده. حالا توی این بس همون خان بی بی هم میاد. بابا enjoy it while you can, sir. آره ببین چی میشه؟ چی نمیشته؟ یه دونه چیزم بمون دار. چیزمون هم درست شد. به چه حالی هم میکنه. تو دستم قشنگ یه حس انگار دستاشو تکون میده. اون قورباغه نمیتونیم بازی کنیم؟ برنش بریم دیگه. هیکلمون اومد. بشه پشتش خواهد شد اگه بریم زیر اون چیزا بتونیم اینو زنگ های ماشین رو از این ببریم. دمشق هم بریم. مثلا من الان میتونم برم کمک کنم. من الان خیلی کایرلیوم دارم خب که این استراکچر منیو رو بگیرم. خب بیام دیسمنتل نه آپگرید چرا نمیتونم بکنم؟ چرا؟ دارم که متریالش رو میگه نداری؟ عجیبه کل کایرلیوم دارم ولی نه اونجا برای اون جاده همه رو دادم رفت. خب بذار بریم اینجا بپریم. نابود میشه بچه ها. سیف میکنیم بعد میپریم. برو بایستی سیف کنم. خب بشی پشتش بریم پرشه. 10,000 تو لایک گرفته پس الان داغون میشه همه معمول همون. ببین که گفتم بیا بایست کامیونه داغون میشه. سیف کردم برم گریم اقعا دور بایست. خب خدا رحمتون کرد. صحنه آهسته شد. بعد اینجا دونی پول بزنن برای بچه ها. اینجا جاده بود امیر. خب 45 دقیقه خدای زیاد بود. نیاز به 45 دقیقه نبود. نگاه کن چقدر لاست کارگو داره. برو با این تنها شخصیت رنگیه توی این عکس هاست. یه بازیگر ژاپنیه. خیلی وقتی که رفته. دخترم نه دوست دخترم. به خاطر مش تروریست عوضی. به خاطر اون رفیقای فرجایل اکسپرس. آره، البته نگم که الان این بریج ها اومدن دارن به همون زنه که کمک میکنن.
ای بابا اصلا هر چی نشون بدم چی برام آوردی؟ خوب اومدی. حتی وظیفت بوده. این من کارت نیست. یعنی بخاطر اینکه دوست دخترش از دست داده تو اون بمب‌گذاری که فرجایل جزش بوده چیز شده. دوست دخترش میشه که از دست داده. به جایی که به من ربط داره شما تمام شما پروریستا بهتر تمام شما بارکش ها هیچ فرق با اون تروریستا ندارین. اصلا کیوپید تو بردار گروه تا اینجا گام کن من به شما نهی پی بندم. خب آره یه چیزی بهم میگه که اگه ما واقعا میخوایم نظرش رو جلب کنیم باید بفهمیم برای اون زنه که توی هولوگرام بود چه اتفاقی افتاده. یه جورایی مثل که فکر میکنه که دوست دخترش توی حمله مرده. بله خب ما چک کردیم اون افرادی که مرده بودن توی ساوت نات سیتی و هیچ کدامشون با مشخصات این زنی که توی تصویر میبینیم نمیخوند. برای همین از فرجال خواستم که بهش بررسیش کنه. سلام سام. دیگه داشتم توی اون گزارش های مشتری قدیمی رو نگاه میکردم که شانسی همین زن مرموزمون رو پیدا کردم. آره میگه پیداش کردم از چه نظر صدا چه نظر صورت. اون هنوز زنده است. این آقای آشغال جمع کنه ما داره برای هیچی قصه میخوره. حتی فکر نکنم قبول کنی که با حرف ما بعد بهش برسونیم دختر رو. سب کن یه اردر گذاشته اطمان میخواد فقط ما رو اذیت کنه همینجوری میخواد یه باری براش بکشیم این حرفا. آره ترمینالش رو چک کنم چی میخواد باید حالگیری کنه. خب یه مهارت خفن داریم. گفت بله همونجور که حتما میخواد اذیتمون کنه. گفته برو توی منطقه بیتی زده مشت آشغال 60 کیلو آشغال برام جمع کن بیار و دیگه باید بریم 110 کیلو تازه مکس یعنی تا 110 کیلو هم میتونیم بریم که مثلا چیز شه لایک مثلا بیشتر بگیرم و اینا. قبولش میکنم اکسپت میکنم اوردر رو. حالا چیزی نمیتونم بردارم برای همین کاری که میکنم اینه که یه چالش داریم دیگه میام این چیزای به درد نخور رو میذارم اینجا توی این کامیونه چیزایی که نیاز دارم رو میبرم. مثلا کلایمینگ انکور 4 تا نیاز ندارم حتی اینا خودش تو تراکه هست نواس چیزایی که نیاز ندارم بغلمه. مثلا فلوتینگ کریر یه دونه بسته. آره یه دونه بسته. بولاگان که اصلا دیستروی شده همانتی گرنید میخوام. مسترگان چرا دیستروی شده نمیدونم. پی سی سی نمیخوام مثلا اینجا که دارم میرم. کانتینر اسپری میخوام برای که چیزام خراب نشه. بلاد بگ میخوام. خب یه سری بارا رخیم توی اون کجا باید برم؟ 573 متره. نمیدونم با این کامیونه یعنی میگه بریم؟ کامیونه باتری نداره. مثل کامیونه رو یه تا یه جایش میریم بعد پارک میکنم چون چیز سنگین نمیخوایم برای میخوایم همشو بریم پیاده برگردیم سرویس میشه. ببینم این بالای این کوه ببینیم کجا باید بریم. بله به یک شهر بیتی زده میرسیم. خب این بیشتر از این نمیریم چون که کامیونه باتریش تموم میشه اینجا به کایرال نتورک وصل نیست اصلا کار نمیکنه دیگه. از اینجا به بعد پیاده میریم. خدا روشه که هیچ بارونی نیست الان. اونا پیداش کردم چیزی که میخواد. وزنهاش نمیدونم چقدره ولی میذارمشون رو دوشم بعد موقع بیرون اومدن. بله شروع شد. بولاگان دارم. آره دارم.
بلاگان رو برای کشتن این بیتی ها میشه استفاده کرد. خیلی معمولت ترسناکه اینجا اتفاق. خیلی من این کارو باور میکنه خودم نکرده بودم هیچ وقت. میکنم فقط پاشو برای چند ثانیه میبنده بعد باز میشه دوباره، فقط در حد که بغل دستش رد شیم. کدومش نزدیکتره؟ این یکی 33 متره، اون یکی هم 30 متره. ببین آزاد شد. شاید بعد میتونیم وقتی اونجوری گیرش انداختیم بریم سمتش بزنیمش مثلا، ولی مهم نیست، من نمیخوام این کار رو بکنم. Oh my god، نه بخوریم به این چیزشا، بخوریم گند میشه تو همه چی. یکی دیگه هم اینجاست، نمیدونم بخورم بهش چی میشه. نخوریم بهش اصلا. چرا؟ چرا باید بخوریم بهش؟ معمولی ندارم اینجا دیگه من. اوش چه خبره؟ بندازش لعنتی، چرا ننداختی؟ چرا ننداخت نارنجک و لعنت؟ چه گندی شد پسر، هیچی هم ندارم. بفنگ بلاگانه کوش. وای بلاگانه هم افتاده. لعنتی ها، لعنتی ها، من نمیدونم. وایستو ببینم. وایستو اینو بذار، اینو رهاش کن. اینو چیکارش کنم؟ بلاگانم چی شد؟ بذار اینا رو من بفرستمش روی این. 110 کیلو، 10 کیلوه. چیه اینا؟ این حالا باشه، اینا رو بفرست بر روی این.
اسپری یه دونه دارم، حالا بهشون اسپری میذارم. دقیقا هم گفته بیا توی این خرابا برد اینا رو بیار که ما بفهمیم مثلا اینجا چه اتفاقی افتاده. بلاگان رو تو بیار بیرون ببینم. بلاگان رو نبیار. آخه چجوری؟ این چیه؟ وو! این چه گنده است؟ این دیگه چه کوفتیه؟ واجه اون چه گنده است؟ من اینجورشی نهیده بودم. مای گاد، اون چه گونده است. نارنجک دارم اصلا؟ نه درافش کن پس گوره پدر شده را. این بگیرتمون تمومه. ایم پسر نگاه کن، اصلا این نبود تو قبلیه. بسر ترسناکتر از اون چیزی شد که فکر میکردم. هنوز یه دونه دیگه هم هست. این گنده هر اگه بکشمش چقدر چیز به اون بده، باور کن. وایسا ببینم، وایسا. اسپری چرا بهش میزنی؟ خیلی ترسناک‌تر از اون چیزی شد که فکر میکردم. عوضی در بیا بزن. چی برم کنید؟ ای بابا بل کنید، چقدر زیادن. وای نه، چقدر زیادن. برو بودو بودو. تمومه تمومه، برو همینه کم دیگه بری تمومه. اصلا تأثیر روشو نره. اوف اوف اوف، چقدر اینجاش ترسناک شد این دفعه. لعنتی، هیچ
هیچی ندارم. بازم این چیه؟ بازم این بخورم بدون اینا. نمیتونم بخورم. جونم پره. یه دونه دیگه بیشتر ندارم. فقط باید سعی کنم اصلا درگیر نشم. چرا خراب شد؟ اونجاش من باید اسپری میزنم به اونو. این همه بهش زدم دیگه، چقدر دیگه بزنم؟ از همین زیره بریم بریم رای هست بدون درگشتان اینجا ردشیم بریم. این تمام شد دیگه، این تمام همین. فقط یه دونه گولی بیشتر نداره. میاد بیا. حالا از اون چیز دارم برم پایین. دیسترویت شده، همش دیسترویده. پس بنداز زمین دیگه، بنداز بره دیگه. فقط یه دونه پله دارم، باید یه پله بزنم اینجا بریم پایین. یکی بزن حداقل این 480 اسپیشال الویا رو بردارم. که فقط یه چیز بدی که داره، چرا نمیشه یه کوچولو مینویسی یه لحظه میگه آفلود چیز روی اون پایینی، یعنی اون چیزه، یعنی اینو بندازتش روی اون عقبیه ولی بعد غیب میشه سریع. آره او بلمون کنید تو رو خدا. بلاگان تمومه؟ یه دونه دارم. هنوز تا یه نفر جا داریم. اینجا داره نوزاد لعنتی بایست داره. نشون نمیده هیچی. اصلا هیچ، این تفنگه تموم. اینو بگی دسته، با این هم میشه فکر کنم. آقا تو رو خدا بیخیالمون شید دیگه. راه برو، چه راه نمیره. باتری اون هم تموم شده. برای که باتری اون چیزه تموم شده، انقدر سر اون چیزا به اون فشار اومد. الان من 2782 تا از این چیزا دارم، چرا اونجا نتونستم استفاده کنم ازش؟ بی بی هم برامون لایک زد. ببین چه مأموریتی شد پسر. رفتیم از این ور وارد شدیم، این همه بدبختی کشیدیم رسیدیم به اینجا. فکر کنم این دستگاه هم که پشتمونه اونم از باتری استفاده میکنه. همش خراب شد، داره چیزا خراب میشه. اسپری هم ندارم، ندارم اسپری. فقط زود باید برسونم خودم رو به این ببینم توی این اسپری دارم. بشه شم روشون درست میشه.
یه اسم بهم میگه بششم روشون درست میشه. خب این چیزایی که دیسترویت شده رو خودش ریخ پایین دیگه، به مهم نیست دیگه، جا نداره کامیونه. همش هم دیسترویت شده، خودش هوش مصنوعیش خوشم اومد، فهمید اون چیزایش که فقط خراب بود و جدا کرد. یه پر بالا از همین بر سریع فقط برو. این هم داغونه، این هم دیگه چیزی ازش نمونده. از ما رو تا اونجا برسون تو رو جونه، هر کی دوست داری. الان یه موسیقی میطلبه، الان بزن موسیقی رو لعنتی، الان میطلبه بعد از این سختی شدیدی که من کشیدم. حالا اشکال نره، این قسمت یه اتفاق خفنتر از موسیقی قراره بیفته. راه برو بینم، وای نسی که اعصابم خورد میشه. ببین چقدر چیز رو بورم. اه؟ لعنتی واقعا تونستی اونا رو بیاری اینجا؟ واقعا بیزه میخواد اونجا رو ببین. آه تو واقعا بهتر از اون آدم های فرجایل هستی. سب کن ببینم، تو همون دلیبریر معروف هستی، آره بارکش معروفی. آره یس اس، هیچ اسی لذت بخشتر از این نبود، هیچ اسی لذت بخشتر از این یکی نبود. حالا بسید کنم. میگه میدونی اون خرابایی که الان رفته توشون رشتی، میدونی اگه فرجال دهنمون آسپارد یعنی دورمون نزده بود الان اونجوری خراب نشده بود. بریج هم همینطور. همه این حرفایی که برای میگه برای بازسازی کشور این هم همش چرت و پرته. میگه الان دوست دختر من زنده بود اگر شما نبودین. اون اونجا بود وقتی تروریست ها سعی کردن که ساوت نات سیتی رو بگیرن، اون مرده بود به خاطر شما ها. اون اشتباه میکنه، اون توی پناهگاه توی جنوب شرقی همین خرابه هاست. میخوایی من برم بهش برسم؟ اون اگه نیاد بیرون، آره میگه اون اگه حاضر نشه بیاد بیرون از اون سوراخی توش قایم شده، مرده رو میگه مهم نیست چقدر داد بیداد کنه. آره و بکنم پیش خودش میگه رو سر من خالی کرد، یعنی میگه منم میخوای بیام اینجا که منو ببینه، همه رو سر من خالی کنه. الان با اون سیستمش میاد. آه بریج، فرنچ الان میگه که دوست دخترم زنده است، یعنی من بعد همجوری به قبولش کنم بعد از اون کاری که کرد؟ عمرن باید ثابتش کنی، فقط یه راه براش وجود داره. من یه چیزی بهت میدم که ببری بده این زنی که پیداش کردین توی یه دونه از این چه میدونم از این پناهگاه نشون بدی. اگه گفت مال اونه، دختره رو برش کردن اونجا، دختره رو با خودت بیار. آره میگه این اسکلتی که درست کردم نوع حرکت کردن رو راحت‌تر می‌کنه. از همین دم دستگاهی که اینجا بود درستش کردم.
I'm only giving it to you because I want to make absolutely sure you complete the. آم خودتون از این اگزوسکلتونا به امید این چیزایی که پامون مال خودمون از همش بهتره. ولی داره منت میذاره سرم. میگه فقط یاد باشه فقط برای این ماموریت دارم بهت میدمش که بتونی کارو درست تمومش کنی. If my girl's still alive. اگه دوست دخترم زنده باشه. آره و اگه اون چیزی که بهت دادم رو بهش نشون بده قطعا خودش میخواد که بیایش پیشم. You do right by me. این کارو بکن. I'll do right by you. منم باهاتون میام کنار میام. خب این ماموریت اسمش از کایرال آرتست استودیو که یعنی استودیوی این دختره هنرمندیه که با این کایرالا چیزای مختلف درست می‌کنه. الان یه دونه ساعت شنی کایرال بهمون داده که بریم برسونیمش و گفتم نباید اصلا نباید بخوری زمین، یعنی بساط داریم. وای میگه باید با دست حملش کنیم. کل مسیر باید دستمون روی این باشه. ولی بهمون اسپید اسکلتون میده که سریع بتونیم بدویم. خب اینو اکویپش میکنیم به جای اون یکی که تند بدوه، جایگزینش میکنیم به اون یکی، بعد با همین میریم که سریع بتونیم بریم دیگه، بعد پیاده هم بریم. این اسید اسکلتون رو بمونه برای همین، بعد همیشه هم در بعد مثلا آردور رو نگه دارم همینطوری. خب حال نگاه کن برو بریم. خب کجا بریم؟ بعد نگاه کن اگه نبر هاید بزنم مسلح است کلا دیگه، همین تو نقشه نشونمون میده. یه چیز جدیدیه فکر کنم، با احتیاط میگه، با احتیاط ببرش. وای حالا بیتیام هستن، بیا و درستش کن. وایستا ببینم از کدوم بری بریم که الان وایستا بارون رو برم بسنجم کلا هستن. ولی ببین این تیکه از همش کم چیزتره، ما این یه تیکر های رد شیم. خب یعنی اینجوری بیایم از اینجا بعد از اینجا بریم به این سمت، هم کارمون آسون تر بشه. آره آها اونی که خودم دارم با این سرعت نمیشه باشد، اونم ورشتیم. حالا همینجوری داریم میریم. تحت هیچ شرایطی نباید گیر بیفتیم. هیچی ندارم که دفاع کنم. چرا نشونشو نمیده؟ باور کن بر اساس نقشه من صاف رفت جلوم وایستاد یارو. میدونم اون بره بس میخوام منم علب دریاه برم شاید بهتر باشه. حله مثل از بی تی ها رد چونگه وسط دره میومدم گیرم مینداختن. اینجا دریا داریم، کارت دریا نیست در واقع. یا خود چون داریم تون میداریم بی بی خوشحاله. آه حالا شد هر باتی تمام داره میشه. اشکال نه تا جایی که بره باش میریم. داره تمام میشه. خوبم سریع میره. تمام شد. حالا دیگه خودمون بدویم. خودمون هم خیلی بد نمیدویم، داره خوب میدویم. ببین کجا آورم تو. این بار رو دوشمون نیست مشکل پیش نمیاد. حالا امیدوارم این بهمون بپیونده بتونیم یه شارژش کنیم. کایرال آرتست استودیو. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. یا آقا بهمونتون آوردم.
ساعت تو بگیر. ببینم تو از شرکت فرجل اکسپرس هستی؟ نه. تو یکی از بارکش های پورتری مگه نه؟ من منتظر یک بسته نبودم. چیز خطرناکی نیست که. وای. فکر نمی‌کردم این چی وقتی اینو ببینمش. بذار یکم از نزدیک‌تر نگاهش کنم. شگفت انگیزه. حتی یه خراش هم نیفتاده. بیشتر از این نمیتونم ازت تشکر کنم. نمیدونم چقدر ازت تشکر کنم. ایوان خب. آره قبول میکنم که جز شما باشم. چه عجبی. اینجا اون چی میده؟ آنتی بیتی هندگون؟ اینو داشتیم یا نداشتیم؟ هندگون؟ ایوال همه چی اومد. آه بعدا بازم یه پیشمون دیگه. آره آره اولین بار شما میفهمید که اون پشت یک کسای زندگی میکنن. Take me with you. منو با خودت ببر. Please. خواهش میکنم. I have to see him again. من باید دوباره اونو ببینم. با لهجه ژاپن انگلیسی صحبت میکنه. ولی صدای خودشه. بعد یه عجیب کاری های کوجیمایی بازی. I made this for him, you know. من اینو برای اون ساخته بودم. When the terrorist attacked. بعدش که تروریست‌ها حمله کردن barely escaped with our lives. من و مادرم به سختی تونستیم از اون شهر فرار کنیم. I tried to find him afterwards. من بعدش خیلی سعی کردم که دوست پسرم پیدا کنم. خیلی. I just didn't know where to look. فقط نمی‌دونستم کجا رو بگردم. But that's not why I stopped. ولی این دلیلی که متوقف کردم جستجومو نبود. My mother never liked him. مادرم هیچ وقت از اون پسر خوشش نمی اومد. She made that pretty clear. و همیشه اینو روک بهم میگفت. But I didn't think she'd go as far as to lie. ولی نمیدونستم. فکر نمیکردم که اینقدر پیش بره که بخواد بهم دروغ بگه که مثلا مرده. He died. خب وقتی اون بهم گفت که دوست پسرم مرده باورش کردم. And you heard that message. تا اینکه اون پیغام رو شنیدم. It's him. اون خودشه. It's really him. اون قطعا خودشه. I should never have given up. من هیچ وقت نباید تسلیم می‌شدم. Deep down, I knew he was out there somewhere. می‌دونستم که اون یه جای همین بیرونه. But I couldn't leave my mother all alone. ولی نمیتونستم مادرم اینجا تنها بذارم و برم. من همین سعی کردم که با آرامش برسم و فراموشش کنم. ولی نمیتونستم. حتی اگه میخواستم هم نمیتونستم. من توی گذشته گیر افتاده بودم. من نمیتونستم ادامه بدم. Take me to him. منم با خود ببر. I'm begging you. ادل تماس میکنم. I'm ready to go. منم آمادم که بریم. Right now if we want. اگه بخوای همین الان. Just say you take me. فقط بهش بگو که منو میبری با خودت. اینجا فهمیدیم که اون پشته. خب هستی دختره بذاریش چه دونه چیز مال جسد بعدن ببریمش. یه دونه هشه. یه دونه از این مرات سخت هم داره که وزنش 72 کیلوه و
و بسات میشه برامون، دختر رو دوشمون باشه بعد اینم رو پشتمون باشه. باید تا کجا ببریمش؟ تا یعنی تا سنترال نات، تا لیک نات سیتی باید ببریمش. قبول میکنم آقا، برو بریم، اشکال نداره اشکال نداره، ما به دنبال چالشیم. تنها کاری که باید بکنم اینه که برسونمش به کامیونه دیگه، کامیونه رو که برسونم بعد میتونم برونم سریع ببرم برسونمش دیگه. فقط اسپری 4 تا دارم، همه چی اوکیه. اینو میندازمش زمین. با اینو 45 کیلو آدم دیگه اگه بیافتی صدمه میبینه. با احتیاط بریم جلو. خب مادرس بیا بریم، بیا بریم که معاملت فوق خفن داریم. حالا اون بیرون اگه اون دفعه خودم بازی کردم یه کسی یه دونه چیز داره بود موتورشو برداشتم شوتی رفتم. من این ساعت چین رو نگه میدارم، نمیخوام بشکنه. شبیه مرده ها بود. خب این مسترگان رو هم بنداز روی پشت. نه اونجوری نکن، اون رو پشت. خب بعد همه چه اوکیه، گوله دارم، آنتی بیتیگان هم دارم. این جدید خدایش، این بود اون موقع. خب اینم اتچ. آها نگاه کن الان بریم اونجا توش تو اونجا یه دونه کامیون یا موتور پیدا کنم مشکلمون حله. ولی اینقدر سنگینه اینا اصلا پایین نمیره. الان اونجا بیتی هم هست دیگه، اینجا بساط بیتی داریم. چرا هیچ شارجر اینجا نیست؟ واقعا من نمیفهمم. خب بذار ببینم اینجا، اینجا توی این یه دونه موتور اگه باشه یا کامیون. ببینیم میتونیم موتور درست کنیم. خب و بندازمش پشت دوشمون ببریم، ولی اون باره رو نمیشه، اون باره خیلی زیاده، برای همین نمیشه اون باره که پشتمون رو پیاده بریم. خب این درست شد. قیافش میترسه. از همون راهی که اومدم بهترین راه بود. و حالا موسیقی.
کفشمون هم نابود شد، کفشمون هم از وزن زیاد نابود شد. چرا کفش نداریم مثلا همراهمون؟ من با صندل برم الان؟ بخون دو تا رنگ این کمونه اونجا. آخری صندله رو از اول بازی داشتیمش، ننداخته بودیمش یه جایی به درد خورد. بریم دیگه، دهنمون قرار آسفالت شه. مگر اینکه یه کاری بکنیم، مگر اینکه کاری بگو ولی نبرش کنم. الان بیتی ها هستن، باستم سوارشم اسکیت برم. خوشحالیه چی داریم صاف میریم وسطشون. خوشحالیه چی واقعا؟ واقعا نفهمیدم برای چی خوشحالی کرد، من نفهمیدم. اسپریار رو کجا گذاشتم؟ اسپریار رو همینه. باروه بند اومد، یعنی به همین، یعنی اینقدر به اون رحم کرد. الان شرخ، الان چیزم تموم شد، سرویسم درست شد. تا اونجا برسونم همه چی حله. رسیدیم، حله، شانس آوریم. از وسط بیتی ها اگه رفته بودم پوستم کنده بود. حالا میریم اون باره هم که مربوط میشه به، فکر کنم این یه چیز دیگه است که مربوط میشه دوباره به همین سایبرپانک. ببینیم معمولا جدیده، این مال همین چیز است. امیدوارم الان به اون بپیونده که بتونم برمیگردیم به لیک نات سیتی. دیگه با کامیون برمیگردیم. همه چیم ولی نابود شد، همه چیم. معمولا رسوندی. بذار به خودمون بزنیم یکم. دختره بی به اینا همش جزئیاتیه که خیلی از بازی ها راحت نمیکنن، ولی اینا حتی برای اسپری زدن به دخترم چیز گذاشتن، صدا گذاری کردن. میک دلیوری. وای خودش اومد. من همیشه اینجاش خندم میگیره. من همیشه اینجاش کرینج ترین صدمه دیدی؟ Thanks, Bridges. مرسی پول. I can't believe you're alive. باورم نمیشه که تو زنده. That's my line, silly. ای احمق، این خط، این حرفی که من باید بزنم. فکرم مردی. My mom told me you were. مامانم بهم گفت که تو مردی. I
I kept it close. من همیشه اینو پیش خودم نگه داشته بودمش. But after the attack, ولی بعد از اون حمله it stopped working. دیگه کار نمی‌کرد. I thought about fixing it. خیلی سعی کردم درستش کنم که دوباره شنا توش حرکت کنه. But it felt too much like moving on. ولی خب یه حسی بهم گفت که انگار این بود که تو رو فراموشت کنم. Now I can both move on. حالا میتونیم جفتمون از این قضیه بگذریم و با هم باشیم دیگه. من و تو. اگه آماده باشی. البته. مردی که من میشناختم دنبال آتشخال و این چیزا نبود. اون چیزا رو درست میکرد. و اونا رو تازه میکرد. چند تا تیکه چیز رو برمی داشت و بهترین چیز رو ازشون میساخت. این کاره که منم ازش به بهترین شکل انجامش میدم. This is one piece. We don't need. ولی این فقط یه چیزه، یه تیکه است. ما بهش نیازی نداریم. The only time that matters is the time I. حالا تنها زمانی که من بهش نیاز دارم زمانی که با تو میگذرونم. So let's count the moments. پس بیا از لحظات با هم دیگه بگذرونیم. I'm asking you to marry me, dummy. ازت میخوام که با من ازدواج کنی، احمق جون. باشه، باشه این کارو میکنم. آره. One other thing. یه چیزی دیگه هم هست. What? Don't hate mom. از مامانم متنفرم باش. خواهش میکنم. Tell her this is what we want. بهش بگو که این چیزی که ما میخواستیم. بهش بگو که درک کنه و اینو بپذیره. Because she needs us. چون اون به ما نیاز داره. و من به اون نیاز دارم. All right. باش. I'm pretty good at patching things up. آره من خیلی توی ترمیم کردن روابط خوبم. Sorry, ببخشید که من دارم عوضی بازی در میبرم. من تو با تو و فراجایل خیلی بد رفتار میکردم. ولی خب الان یه شروع تازه رو با دوست دخترم دارم. و با این که نمیتونم کاری که نصف کاری که شما انجام میدید رو انجام بدم، ولی اگه چیزی رو خاصی درست کنی بیار پیش خودم، بهتون کمک میکنم. UCA میتونه روی من حساب کنه. It'll take some getting used to, but it's past time. یکم طول میکشه که بهش عادت کنیم، ولی خب دیگه دورش گذشته. We will join the UCA's network. ایوان ما هم به UCA میپیوندیم. نه امیدتون نمی کنم، قسم میخورم دست نمیدم من. We'll never forget you. ما هیچ وقت تو فراموش نمی کنیم. Thank you. مرسی. 200 لایک. ما براش یه لایک زدیم. اسپیت چیزه رو بده دیگه. اسپیت اسکلتون لول 1. حالا اینجا فهمیدین اسپیت اسکلتون بهتون داد. اگه هی برای این بار بیاریم بدون اسپیت اسکلتون لول 2 3 اینا میده. بعد دیگه آخرش هم طلای درجه 1 میده. استون بمب. او خب حالا کل منطقه رو به کارال نتورک بس کردیم. برو به منطقه بعدی. برای بس کردن نات سیتی باید یه باری از لیک نات سیتی ببری. نمیفهم چی میگی. گفتم که
منم واقعا نفهمم چی گفت دقیقاً. گفت که بعد گفتم خب چرا پرینت نمی‌کنی، یعنی یه سری محموله، چرا این محموله میدین دستان، چرا فقط ندارم باهاشون صحبت کنم بگم آقا داری، یعنی یکی از جوابا رو میده برم عضو یو سی آی شون بکنم، بعد بهشون میگم که خب بیام پرینت کنید هر چی می‌خوید. میگه نه همه چیز رو نمیشه پرینت کرد، خودت که می‌دونی غذا، دارو، چیزای زنده، حتی خونتو که بر اساس بر علیه بی تی ها میشه ازش استفاده کرد. آره با نتورک نمیشه این چیزا رو فرستاد، فقط با روش قدیمی میشه. اینکه مردم ساوتنات از آخرین حمله که بهشون شده بسیار مشکل دارن، اگه قرار باشون زنده بمونن بعد از لیک ناتسی براشون کلی چیز میذاریم که بعد بهمون بپیوندن. Sometimes you might find yourself traveling home empty-handed. Yeah, that's funny that I mean it. اینو میدونم دیگه. خب بشین پشتش. کنم یکم شارت شده. آره. اگه با احتیاط باش بریم فکر کنم برسونتمون. حواسم نبود اونجا هیچ بار دیگه ای بردارم ببرم برسونم، بعد یه هم قصد نرم برگرم دوره، حالا بعدم ببرم فقط اینجا یه شارجش کنم. شارج دوتایی هم شارج شد، الکی میگه فولی شارج، فولی شارج نشدی که. باید شد لایک مشتی بزنم به خاطر این لطفی که به ما کرد. آه الان واسه خستگی منو میخوام براتون درک کنم یادش عزیزم، الان خستگی کل این دهن سرویسیه رو یه همون میکنم اینجا. الان هیکل فول میشه دوباره. ببین همون ظرف آبمون پر شد، ظرف آبمون تا 1000 هم پر میشه. ببین چی شد، ببین اون قسمت سفید هاشور هست، هاشور شده اون، یعنی استراحت مخوجی تازه از استراحت معمولی هم بهتره. این برو بریم. خیلی من بار اول که بازی میکردم خب خیلی سال نمیدونستم، دقت نمیکردم، خیلی طبیعی هم هست بار اول که بازی میکنی قرار نیست از بله. خب خوبی یه بازی همینه دیگه، کم پیش میاد شما یه بازی رو برای بار دوم بازی کنید و مثلا میگه اوه بازی های کمیه، مثلا جی تی ای خیلی اینجوریه، رد دد مثلا اگر بار دوم که بازی کنی یه چیزای جدیدی میفهمی، چون انقدر جزئیات داره بار اول چشماتون اصلا کار نمیکنه که ببینید. ببین تا اون جنراتور خودم میرم بعد از اونجا ادوار ادامه شو میرم دیگه. فقط من مراقب باشم اینجا ظاهرم بیتی. آره آقا ماشین کج میشه اون برامون لایک میزنه، کامیونو داره منفجر میشه دیگه. میبینم که یکی خوشحاله، سریع فقط باید برسونیم خودمون رو این کامیونه رو اوراقش کنیم بره به خدا. شارژ شد. قد نیفتی پایین. صاف هم دنبال همه چیز هاست. زدم که زدم دفتش کنم. نابوده 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 دیگه الان. خب این چقدر کوچیکه. اه نگاه کن یکی برشته اون چیه اونجا زده، پل اون دیگه چی چیه، پل تصور، پل علکیه. وای اینا چه چیزاییه. به یه نفر دیگه اونجا داره
آه یعنی گفته پول بزنید، درخواست پول کرده یارو. خب برای که این درست بشه خب همه چی درست شد، دمش گرم. این چه چیزی هم زدی؟ دمش گرم واقعا. حالا بذار این معموله رو تبرده ببینید چی میشه. یادشو خب میکی دلیوری ببین چی رسوندم. اینم اسم بدد دقیقا کایرال بریج. حجی این دقیقا کایرال بریج همین بود که اونجا دیدیمش. اسمش جدیده اینا، من فکر کنم فهم میشه که تو تریلر هاشتشون داده بودن. اینا جدیده. ایوال دیگه نیازی سنن یه پول خرکی بزنید. حالا که یه نفر بتون رد شه میتونید بزنید. خب پس بریم دیگه حالا توی پرایوت روم همون. ای ببین چی شد، عوض شد نوع نوشیدنیمون، نوشیدنیمون شد یه چیز دیگه. ایوال اینا چیه؟ نه اینا بخوریم. بعد نگاه کن هر مأموریت که میری یه دونه از این اسباب بازی‌ها بهتون میده، از این اسباب بازی پلاستیکی‌ها. من بچه بودم اینقدر دوست داشتم. اصلا این لامصب کوجیما همه چیش این خودمه. تو بازی‌هاش از اون چیزایی که ما بزرگ شدیم باهاش همش می‌ذاره. روه اینجوری برمی‌خوردی شد من. قوتش می‌داره دیگه. حالش اینجوری زجکشش کرد. کله‌ش اول جوید. خب الان ببینیم یکی از چیزایی که مثلا من اون دفعه نخونده بودم اینجا الان میخوام بخونم براتون. ایمیلایی که بین این مادره و اون دو تا دختر پسره بر چیز میشه. میگه اولا این که مرسی سم، خبر خوشی دارم، دخترم میخواد ازدواج کنه. حتی واقعاً چی بخوام بگم، اون دختر من نیست. من 5 سال پیش اونو بعد از اون اتفاقی که افتاد پدر مادرش از دست داده بود پیداش کردم. حتی یک کلمه هم انگلیسی نمیتونه حرف بزنه و تو اون مدت ازش مراقبت کردم. میگه وقتی من تا قبل از اینکه اونو ببینمش من حتی ازدواجم نکرده بودم و فکر میکردم برام تقدیرم اینه که تا ابد تنها بمونه، ولی به محض اینکه دیدمش فهمیدم که من اون با همیم و خیلی با هم بودیم، خیلی با هم دیگه خوب مچ شدیم و اینا. به هر حال ولی توضیح میده در ادامه که امیدوارم با شوهرش خوشحال بشم. خیلی از این مادرزن بازی در نیوره، یعنی آدم بدی نبوده. حالا دختره بزنیم چی گفته. خب خبر ازدواجشونو برامون گفته. گفته البته میدونم این روزا کی دیگه با هم ازدواج میکنه، ولی خب ما دیگه دوست داشتیم هم دیگه رو ازدواج کردیم. بعد از راه دورم یه دونه کشیش آوردیم برامون با کایرال نتورک، ما رو به عقد دائم درآورد. خب کارگردان برامون یه دونه ایمیل زده، گفته که اون تبلیغاتی که برامون آوردی درسته چیزی به درد نخوره، ولی خب یه چیزایی دارم ازش میفهمم از گذشته تاریخ سینما. میگه اون روزایی که هممون میرفتیم تو سینما میشستیم با هم دیگه جیغ میزدیم و فریاد میزدیم و کلی حال میکردیم از دیدن فیلم، ولی این روزا دیگه با این اومدن این تبلت ها و اینا تاریخ تموم شده. تاریخ سینما ملت همه فیلم ها شده کلیف هنگر و اینکه یعنی آخرش چیزی اتفاقی میفته. اوکی آماده باشید برای شماره بعدی، شماره بعدی، شماره بعدی، هیچ چیزی پایان نداره، داستان رو هواه. درد و دل چیزیه، درد و دل سینماییه. و خب دیگه به نظرم این قسمت هم دیگه کافیه، با هم دیگه کلی حال کردیم. حالا داستان این دختر پسر رو دنبال میکنیم، خیلی اتفاقا جالب تو ایمیلاش میفته، سعی میکنم دنبال کنیم که ببینید چی میشه. خیلی ایمیل برامون میزنن در ادامه، ولی مرسی که وقت گذاشتین تماشا کردین. امیدوارم لذت برده باشید. قسمت یه مقدار چالشی شد اون قسمتی که رفتیم چیزا رو برای جانک دیلر بیارم. اصلا فکر نمیکردم اونجوری بشه. نه اولش خیلی خوش خورم اینا ما رو بریم، بعد اصلا واقعا تحت فشار بودم اونجاش، خیلی بهم داشت فشار میگفت الان میگیره صدمه میخوره به اون جانک دیلر چیزاش احسامو میرزه بهم. به هر حال مرسی که تماشا کردین این بازی رو. برای همین چیزاش دوست دارم، با اینکه بار دوم داری بازیش میکنی باز هم یه دفعه گیرت میندازه یه جایی و حسابی تحت تاثیرت قرار میده. به هر حال مرسی تماشا کردین. تا قسمت بعدی با یه چیزی از امیر گیم شو. خدافظ.